یه روز که همراهی مگه بارون بگیره، نم نم بارونم میتونه چتر ماشه، نم نم بارونم میتونه چتر ماشه. یه شب که بی سقفی مگه همسایه باشیم، با من و تو مهتاب میشه هم خونه باشه، با من و تو مهتاب میشه هم خونه باشه. یه خونه غرق غصه است، یه خونه جای خنده، یکی میخواد جداشه اون یکی تازه دل میبنده. یه روز روز جدایی، یه روز روز رسیدن، یه روز به دل نشستن، روز دیگه روز دل بریدن. پاییزو یه بهار میبینم، جز تو کی میتونه گل گل خونه باشه، جز تو کی میتونه گل گل خونه باشه. وقتی که تنهایی ما رو از هم نگیره، هر جا که ما باشیم میتونه خونه باشه، هر جا که ما باشیم میتونه خونه باشه. یه خونه غرق غصه است، یه خونه جای خنده، یکی میخواد جداشه اون یکی تازه دل میبنده. یه روز روز جدایی، یه روز روز رسیدن، یه روز به دل نشستن، روز دیگه روز دل بریدن. وای خدا رو شکر، اگه ماشین رو میبرد من جواب حسابو چی میدادم؟ باز خوبه دزده پرسشو برد. نه سوارشیم بریم. بعد همین یارو بلند میشه میره تو سالن. ناصر بس کن دیگه، من دارم دلشوره میمیرم، شما نشستین دارین جوک میگین. دلشوره واسه چی داریم مرد گنده؟ ساعت 4 شد اینا تصادف کردن. آقا اینو گفته باشم، تصادف جریمه پول بنزین از امروز پای همه است. برای حرف تصادف و مرگ و میر میزنه، بعد تو نگران ماشینه دی؟ بچه‌ها راست میگه، منم همین یه نمه نگران شدم نکنه اتفاقی افتاده باشه. پاشیم بریم دنبالشون. کجا بریم دنبالشون؟ ما میدونیم کجا. نمیدونم با چه غلطی باید بکنیم. چه غلطی بکنیم؟ چه آقا جان بی خیال میشیم اینجا جوک میگیم. یارو بلند میشه میره تو ساندویچی. یارو غلط میکنه میره تو ساندویچی. یارو به قبر پدرش میخنده میره تو ساندویچی. بابا ول کن، من دارم میگم از استرس داره میمیرم. این میگه یارو میره میاد میگه میخوره. بس کن خب بابا صدا تو بیار پایین زنگ زدی. ایولا اجازه اینو بگیر. من مزد آروم باش، آروم باش. این چیه؟ پولم کیه؟ برو اون ور بابا جوج، هرچی من هیچ چی نمیگم وایس آدمش کنم اینو. حالا بابا اومدیم آخه، چرا دیر کردیم؟ بیاین تو. خودشون هم اومدن؟ ایلا بچه بریم. تو چی گفت؟ بلو تو چی گفتی؟ بابا چند بار گفتم که نگران نباش، بالاخره استرس نداشت میشه زنت میاد. الان بیا برو ببینش، نگران نباش. بیا کی طلبت بینه بک. سلام. چیه؟ خسته نباشید.
خسته شدی نه؟ پولا پولا کو؟ چیه چرا حرف نمیزنین؟ طوری شده؟ مگه قرار بود طوری بشه؟ چرا ماتم گرفتین؟ اینا چیه؟ قضاست. ما هم میدونیم قضاست، اینجا چی کار میکنه؟ بین از مشتریایی که زنگ زدن سفارش غذا دادن بپرسین. بابا چرا نسیه حرف میزنین؟ درست حرف بزنین ببینیم چی شده. هیچی، همه غذاهامون رو دستمون. آخه چرا؟ یه سری از آدرسا رو رفتیم، اشتباه بود. یه سری دیگر رفتیم اصلا سرکاری بود. یه سری دیگه هم گفتن چون دیر آوردین غذا رو سرد شده اصلا نمیخوان. یعنی شما یه دونه غذا هم نفروختین؟ چرا؟ یه دونه دلمه فروختین. پولش کو؟ آقا همین الان باید پولش رو با هم دیگه تقسیم بکنیم. پولش رو دادیم بنزین زدیم. ایول. یعنی شما سه تا دونه آدم رفتین یه دونه غذا فروختین؟ اون یه دونه رو با 1000 دوا نصف قیمت فروختین. ببخشید حالا با این همه غذا چیکار کنیم؟ باید بخوریمشون دیگه. با غذا چیکار میکنن؟ میخورنش. پولشو داری؟ نه خیر. بعد آوردیم آقا، بعد آوردیم. هنوز شروع نشده شرکت ورشکست شد. اب نداره. دوباره از اول شروع میکنیم. چی رو از اول شروع میکنیم؟ آخه این شغله، این کار پول توشه، خودمون رو مسخره کردیم. من نیستم آقا. بینجا بینم. من ما هستیم، ما هم نیستیم. اونش که به خودت مربوطه. نه خیر آقا جون، وای نیستی اینجا تا تکلیف قضا روشن شه. روشن شه یعنی چی؟ یعنی ضرر اینا رو باید بدیم. ضررشو ما باید بدیم؟ نه خیر. پس من باید بدم؟ پس چی ما باید بدیم؟ تو ما رو انداختی تو این حچت. وگرنه شوهر احمق من چه میدونست غذای خونگی یعنی چی؟ راست میگه ناصر راست میگه. راست میگه. این که میگه شوهر احمقم راست میگه دیگه، آدم نباید از حق بگذره. آقا جون ما این کارو هممون با هم شروع کردیم، تا آخرم هممون باید پاش واسیم. ما اون وایسادیم پای همه چیشم هستیم، فقط پول بده نیستیم، الباقیش دیگه هستیم. بریم ناصر جان. بریم. من دو تا از این غذا واسه شام ببرم. نه نگار پاشو، من هنوز چی نخوردم. پاشو برم یه چیز درست کنم، من کوف کنم. پاشو. ببخشید دیگه. با اجازه. حالا خیلی هم خودتون رو ناراحت نکنین آقا مسعود. میذاریم واسه شام، گرم میکنیم، میبریم در خونه مردم. لازم نکرده، شما هم پاشین بریم. مسعود. نریز دور اونا رو، حیفه. شما چه ربطی داره؟ مگه شما میخواییم پولشو بدین؟ نه ولی آخه با این همه غذا میخواییم چی کار کنی؟ به خودم مربوطه. مسعود بچه بازی در نیار، میدونی پول اینا چقدره؟ هر چقدر که میخواد بشه. من خرم که میخواستم با شما شراکت کنم. آقا جون چرا اینجوری میکنی؟ همین الان زنگ میزنیم به اونی که این غذاها رو ازش گرفتیم، آدرس میگیریم میریم، شاید بتونیم اینا رو بهش پس بدیم. حسام جان فقط زنگ زدی نگو میخوایم غذاهاتون رو بیاریم پس بدیم، آدرس نمیده ها. بگو یه کاری باهاتون داریم، میایم حضوری باهاتون صحبت میکنیم. تو اینا رو ببر بذار تو ماشین تا ما بریم برگردیم. خانم کی این حرفو بهتون زده؟ یعنی اینقدر ما پست و نامردیم که پشت مسعود بچه به نازنینی رو خالی کنیم؟ بله راستی میگه، تازه ما از فردا میخواییم تو پارکینگ یا آشپزخونه ای را بندازیم که بوش تا خود صدقندان بره. بی خود پارکینگ رو باید زود خالی کنی و اینا کارگر میگیرم تمام خرطه برتاتون رو میرزم بیرون. بله دقیقا این مسخره بازی ها چی؟ با جمع کنین این بساطتون رو، خودتون سر کار گذاشتین. حیف شد، عجب شغل خوبی بود. بچه بیان بریم همگی. کجا؟ بریم یه فکری برای این غذای مونده بکنی. به ما چه؟ خانم شما لازم نیست بیای. واسه چی نیای؟ تو این وضعیت بحرانی مسعود تنها بذاریم؟ ناصر جان بیا بریم، کاری هم اینا نداشته باشه. میخوان بیان میخوان نیان. بیا نبس، انتظار داشتی رستوران رو به دریا باشه؟ یعنی اینا تو خونه غذا درست میکنن میدن این ور اون ور؟ خب غذای خونگی رو تو خونه درست میکنن دیگه. چون نشستیم پیاده شیم دیگه. اما فقط یه نفر پیاده شو، همه با هم پیاده شیم خر تو خر میشه. من خودم میرم با مسئولشون حرف میزنم. آره یه خانم بره کلاسش بالاتر. بابا کلاس چیه دیگه؟ کلاس همین کلاس ما رو بدبخت کرد. نگیره خانم، فقط سعی کن پولشو حتما بگیری. اینا رو هم لطف کن به خودت ببر. حالا باشه بعد میبرم. خدا کنه قبول کنه، اگه قبول نکنه گاومون زایده تو نوزه قاراش میشه بی پولی. بله
سلام خانم، شما غذای خونگی میپزی؟ بله، ولی الان تعطیله. اشکال نداره، میشه چند لحظه بیان دم در؟ باشه، الان میام. نگیر خانم، نگیر خانم. ببین مواظب باشه وقت نگی واسه چی نمه غذا گرفتیم ما. پس چی بگم؟ خودت یه چاخانی بکن دیگه. دروغ بگم؟ اگه میخواین چاخان بگی خودتون بیان جلو. منو که میشناسین. رو راستم، هر چی بگی من صاف حقیقتو میذارم کف دستش. بله. سلام خانم. سلام. من مرجان هستم. حال شما خوبه؟ از مشتری پروپا قرصتون. بله. مادر هستن؟ شهرستانن. چیکارشون داشتید؟ راستش ما امروز غذا گرفتیم ازشون برای نهار. بله. کیفیتش خوب نبود؟ خب خانم این حرفا چی؟ خواهش میکنم، خیلی هم خوشمزه بود. با کجا میدونی؟ خب برای اینکه گشنم بود یکشو خوردم دیگه. آقا حواست باشه پولشو حساب بکنی تو این خرط و خری هپلی هپا نشه. خانم من عجله دارم، لطفا به هم بگید برای چی این غذاها رو برگردوندی. راستشو بگم. راست چیو؟ ما امروز کلی مهمون داشتیم، اینا نیومدن. این غذاهامون رو دستم. نه اینکه حالا پولش خیلی مهم باشه ها، ولی خب حیف اینا رو بریزیم دور. میدونی این همه آدم گرسنه تو این شهر، ما اینا رو بریزیم سطل آشغال، درسته؟ نه. خب پولش شما یه خورده کمترم بدیم ما قبول میکنیم، اشکال نداره. آخه خانم من با این همه غذا چی کار کنم؟ خب گرمش کنی، شام بدین دست مشتری ها. ولی ما وسیله گرمایی برای گرم کردن این غذاها نداریم. اختیار دارید خانم، حرفا میزنید. شما که این همه غذاهای خوشمزه توی خونه میپزید، چطور ممکنه که وسیله گرم کردن غذا نداشته باشین ها؟ راستشو بگم. راست چیو؟ والا خانم ما این غذاها رو خودمون نمیپزیم. پس کی میپزه؟ ما چند تا دانشجوییم تو این خونه که از دور بیپولی این بساطو را انداختیم. کدوم بساطو؟ بین خودمون میمونه؟ چی؟ هر مشتری که به ما زنگ میزنه سفارش غذا به ما میده، ما با یه رستوران دیگه تماس میگیریم، این غذاها رو سفارش میدیم، بعد ظرف غذا رو عوض میکنیم، غذا 200-300 تومن میکشیم روش، میفرستیم جلو در خونه مشتری ها. پس شما مثل ما شارلاتانی. باید خرج دانشگاهمون رو یه جوری در بیاریم دیگه. حالا اشکال نداره، بیا ما میبریم این غذاها رو گرم میکنیم، شب میاریم بهتون تحویل میدیم، شما واسه شام بفرستیم برای مشتریاتون. اینجوری نه شما ضرر میکنی نه ما. خانم اصلا امشب تعطیله، ما امشب جواب تلفن ها رو نمیدیم. چرا؟ میخواد اگه فردا امتحان پایان ترم داریم هممون. من الان دیگه باید برم درس بخونم، ببخشیدا. نه خانم خواهش میکنم، اختیار دارین. شما ببخشید ما رو، وقتتون رو گرفتیم، مزاحمتون شدیم، شرمنده. انشالله که امتحانتون رو خوب بدید و فردا قبول بشید. من فقط یه سوال داشتم از خدمتتون. بفرمایید. فرمودید که همتون دانشجویید و مجرد و هیچ کدومم قصد ازدواج ندارید. خواسته نباشید. کجایی؟ خیلی بد شد، خیلی بد شد. اینکه قصد ازدواج ندارن؟ نه بابا قصد ازدواج ندارم. بعد شد به خاطر اینکه نتونستیم پولشو بگیریم دیگه. راست میگی. ببخشید. چیکار میکنی؟ میگم یه بار دیگه من زنگ بزنم، شانس من امتحان کنیم، شاید بگیره ها. چطوره؟ لازم نکرده. بابا ول کن بیا سوارشو بریم، بابا خودمون علاف کردیم. از اول گفتم آقا میمردی اگه جلوی زبونتو میگرفتی. حالا مجبورین مگه همه غذاها رو امشب بخوریم؟ خانم جان بذاریم بخورن تموم بشه بره. ولی با تمام این بدبختی ها ما بالاخره تو عمرمون یه غذای خوشمزه خوردیم. از گلوی آدم میره پایین، این زهر مار میمونه. ایره جان یکم از اون مرغه بده، شاید اون بره پایین. تا شماها باشین فکر نکرده به کارهایی که بلد نیستین الکی الکی دست نزنین. خانم به فکر این چیزا نیست که. پس به چیه؟
به عقل. غذا تو بخور، حرف مفت نزن. راست میگه دیگه، آدم وقتی غذای مفت میخوره که حرف مفت نمیزنه. بگو دست شما درد نکنه. آقا دست شما درد نکنه، خیلی ممنون. بی خود دنگاتونو میدید بعد پا میشید میرید. خب آقا محسوب، بزن از گلون بره پایین. چشم. پایین بره، نره، بالا برید، پایین برید، دنگاتونو میدید بعد اینجا پا میشید میرید. فهمیدید یا نه؟ ببین مسعود جان، واسه من هی بالا پایین کنار وسط و این حرفا رو نزن. من کل داراییم دوتا کلیه است که اون خوبشو میدم به تو. میخوای؟ آقا بس نخور. نخور. با تو هم میگم نخور. نگیر خانم، شما لطف کنید نخورید. هر کی پول نداره بده دیگه حق نداره بخوره. اینا همشون از تو زرنگ کردن. پاشو یه فکری به حال خودت بکن. خانم من برم سر کار، پول مسعودو بهش میدم. منم از فردا برمیگردم سلمونی بابا. ما تو دنیا به این یه دونه بدهکار نبودیم که بدهکار شدیم. ما هم سهراب و احسان رفتن سر کار، ازشون قرض میگیریم بهت میدیم. از کیسه خلیفه چرا میبخشی؟ منو تو اصلا چیزی خوردیم که بخوای پولشو بدین؟ روتونه برم با خدا. خانم حالا ول کنین دیگه. ناسه یه دهن بخون خانم کیف کنه. امه گزه جان امه گزه من زنه گربان امه گزه امه گزه جان امه گزه من زنه گربان امه گزه امه گزه جان بهش نامردید من زنه گربان بسه دیگه بلنشی بری از دلش در بیارین دیگه هم حق ندارین سر به سر این بچه بذارین بلنشین به شما هیچ ربطی نداره. میرم یه جایی که ریخت نفس شما رو نبینم. میرم شهرستان. کجا ان شاء الله به سلامتی؟ بابا اصلا میخوام برم قبرستون. به شما چه؟ سلام برسون. چیکار میکنی؟ به من میخندین دیگه نه؟ باشه. روزگار اینجوری نمیمونه. بالاخره میبینم به تو یه روز. شامی هم که امشب خوردید حرومتون باشه. من یکی راز میرمونم. نامردید. نامردا همه تون نامردید. من دارم میرم خانم. دست بردار از این بازی ها. چیه تا تقیب توپ میخوره چمدون تا دستت میگیری میخوای بری؟ بیا تو. حرفش هم نزنید. هر جور میل. فرشته؟ عوض شدی؟ بله؟ هیچی؟ چیزی شده آقا؟ خودتی؟ قرار بوده کس دیگه ای باشم؟ نه چیه؟ پشیمون شدی باز؟
بیا تو. بله خانم، چشم. شما کجا؟ دست بردار بابا، خودتی دیگه. میبرم. اجازه بدید من کمکتون کنم. اجازه خودم میبرم. نه خواهش میکنم. خودم میبرم. خجالت نکش، میدونستم برمیگردی. تو که پول نداشتی این چمدون رو از کجا آوردی؟ مسعود؟ مسعود؟ کجایی بابا؟ ای بچه ها این کارا چی میکنی؟ حقم دارید نشناسی؟ ای مرمونه تو برم الهی. کی اومدی مادر؟ چه بی خبر. خوبی؟ مرمونت برم. دلم براتون خیلی تنگ شده. منم همینطور. کلکی تو کاره، من همین الان خودم دم رفت خونه زمانه خانم. اینا فرشته اینجاست، اینا میخواد سر من کلا بذارن. بابا که فرشته کیه؟ بابا فرشته دیگه فرشته. حالا بیا تو ببینیم چی میگه. بیا تو تو حالت خوب نیست، برو. به جون ناصر خودم دیدمش، فرشته بود. بابا جون اشتباه گرفتی. بابا کور که نیستم، فرشته بود، خودم دیدمش. اشتباه دیدی، فرشته رفته. اگرم نرفته بود زمان خانم با اون کاری نداره که بخواد بیاد اینجا. حالا که اومده شما نمیدونی زمان خانم چقدر داشت تحلیلش میگیره. فرشته من یه نفر دیگه بوده. تو الان حالت یه جوریه، هر کیو میبینی بکنی فرشته رو دیدی. ای چه ربط داره؟ بچه ناصر رو شبیه فرشته نمیبینم. نه بابا، بیا ناصر هم مثل فرشته ببین. اتفاقا راست میگه، منم اون موقع وقتی میخواستم برم خواستگاری نگیره، هر کیو میدیدم فکر کردم نگیره. از تو خونه به ننه بزرگم گفتم نگیره. راست میگی؟ بعد چرا تو حالا نگفته بودی؟ نپرسیدی. میشه یه لطفی هم در حق من بکنید حالا؟ نه جبران میکنم. نه به جون ناصر، ناصر رو کفن کنم. ببین من پامو دم خونه زمان خانوم نمیذارم.
دست شما درد نکنه. خیلی ممنون. این بابا این چه حرفیه؟ من از این دیگه قابلمه ها خیلی دارم ماده. هر وقت خواستی بیا وردا ببر. به ناصرم سلام بده. چشم. میگم زمان خانم میخوای من دارم آش میپزم میذارم خود رو بیاسو زیاد کنم. نیلوفر جون اومده دوره هم یه آش بخوریم. زحمتت نمیشه مادر؟ نه. چه زحمتی. خوشحالم میشم. متشکرم. با اجازه. خدافظ. آ چی شد؟ خودش بود. ببین من میدونستم تو دیوونه ای، ولی شک داشتم. بعد این همه وقت هنوز شک داشتی؟ آقا من دیوانه ام، من خولم، من روانی ام. حالا مگه چی شده؟ منو فرستادی به خود خونه زمان خانم که چی؟ حالا به خاطر این قابلمه که گرفتم بعد آشم درست کنم. فرشته رو دیدین؟ فرشته رو دیدین یا نه؟ باز میگه فرشته؟ این کجا شبیه فرشته بود؟ نبود یعنی؟ نه، اصلا شبیه هم نبودن. این نیلوفر خواهرزاده زمان خانم. دروغه، ناصر دروغ میگه. من خودم فرشته رو دیدم. چرا پرت و پرت میگی؟ این کجا فرشته کجا؟ این نیلوفر خواهرزاده زمان خانم، همون گرفته بود خارج پیشش، حالا سرزده اومده ایران. خب ببینم حالا میمونه یا برمیگرده. من چه میتونم میمونه یا برمیگرده؟ چطور نمیدونید؟ یعنی برای شما مهم نیست جایی که ما داریم زندگی میکنیم، کی میاد، کی میره، کی میمونه؟ مهم نیست. بابا جون واسه تو چه فرقی میکنه؟ تو کی داری از این خونه میری؟ نگیره جون بیام کمکه، بیام کمک. بیا بیا نو خدا رو به من پاک کنم. بیا رو پاک کنم. بیا آکه. سلام زمان خانم. سلام مسعود خانم، بفرمایید تو. نه خیلی ممنون. ببخشید شنیدم که به سلامتی خواهرزادتون تشریف آوردن، چشمتون روشن. آره یهو بدون خبر پاشده اومده. زمان خانم من به نمایندگی از طرف همه همسایه‌ها اومدم خدمت ایشون خیر مقدم بگم. لطف کردی مسعود جان، بیا تو. نه خیلی ممنون زمان خانم، همینجا خوبه. نیلوفر جان یه دقیقه بیا، دمه در کارت دارم. بله نیلوفر جان، ایشون مسعود خان همین آپارتمان بغل دست من میشینن، از طرف خودشون و تمام همسایه ها اومدن بهت خیر مقدم بگن. خیلی ممنون. آقا جون من دقیقا متوجه هستم که شما از دست سهراب عصبانی، ولی خواهش میکنم این دفعه رو ببخشیدش به خاطر من. بعد اگر سهراب از دفعه بعد به موقع سر کارش نیومد وقت من میدونم و اون. چرا؟ نه آقا جون باور کنین من دارم اینجا میبینم دیگه. گوش کنین، شما دارین اشتباه میکنین. سهراب عاشق شغل آرایشگریه. این چند روزه که سر کار نیومده داره منو دیوونه میکنه. متوجه هستی؟ من چیکار کنم؟ بله بله آقا جون، اون با من، من به شما قول میدم. بله یعنی میتونه بیاد؟ بگو فردا. سهراب همین امروز میتونه بیاد سر کارش دیگه. وای خیلی ممنونم آقا جون، خیلی لطف کردیم به من. نه دیگه من این دفعه به شما قول دادم. چشم تشریف بیارین اینجا دیگه. چشم، به ماما سلام برسونین. خدافظ. خدا بگم چی کارت نکنه سهراب. تا حالا تو زندگیم به هیچ کسی اینطوری التماس نکرده بودم. بفهمه بری سر کارتون، حل شد همه چیز. بفرمایین. خب حالا که انقدر التماس کردی امروز برو 1000 تومنم برام قرض بگیر، من خودم برسونم سر. سهراب تو نمیفهمی؟ ببین تمام اهالی این ساختمون وضعشون از من تو خیلی بدتره. من برم از کی پول بگیرم؟ از زمان خانم میرم الان خودم قرض میگیرم. کی؟ از زمان خانم. تو مخروط میشه؟ بابا رو شدن نمیخواد. من الان میرم قرض میگیرم ببین رو میشه یا نه. میرم بگیرم دیگه. کاری نداری. سلام زمان خانم، من سهرابم. از امروز دوباره داشتم برمیگشتم سر کار، خود دست و بالم خالیه، گفتم بیام 1000 تومن ازتون قرض بگیرم اگه میشه. البته فردا بهتون پس میدم.
بفرمایید. نه ببخشید زمان خانم. بله؟ میگم زمان خانم چیز شما آن قبلن یک خانم محترم اینجا زندگی میکردن که من هر موقع شما پول کم میآوردین میمدین اینجا و سرکیسش میکردین، درسته؟ نه نه ببخشید شما؟ شما؟ من مستاجر طبقه بالا، من یه 1000 تومن بدهکار بودم به زمان خانم، آوردم تقدیمشون کنم. بدید من میدم بهشون. نه نه من باید به خودشون حتما تقدیم کنم. گفتم که دستشون بنده، بدید من میدم خدمتشون. نه من باید به خودشون حساب کنم. خیلی خوب، پس همینجا وایسید برم بگم بیا. مسعود، آقا مسعود، مسعود چیه؟ صدتو بیار بایی، 1000 تومن بده، 1000 تومن بده، آبروم در کتر. چقدر؟ 1000 تومن بده، 1000 تومن بعدم بهت میگم، بده. واسه چی میخوای؟ بده، بعدم بهت میگم، بده 1000 تومن بده. واسه چی میخوای؟ خدا، بده 1000 تومن، نه بیانا. بچه، به چی میخواد؟ چیکار داری اینجا؟ سلام علیکم خانم، احوال شما خوب هستم؟ چیه مادر؟ میگم به شما بدهی دارن، اومدم بدهیشونو بدم. من از تو طلب ندارم. ای خانم فراموش کردین، همون روز ازتون گرفتم، یه هم چند وقت پیش بود، 3-4 ماه پیش. آره 3-4 ماه پیش، تازه 5000 تومن بود اگه خاطرتون باشه. نه نبود. من اگه یکی طلب داشته باشم 10 سالم بگذره یادمه. بدهی تو به مسعود بده. خانم من میدونستم شما از من پول نمیگیرین. بیا مسعود جان بیا. چی نمیگیرن؟ بدید به من، دستتون درد نکنه، لطفا بقیه‌اشو به موقع بیارین. ایوه مباشر جدیدتونه؟ نه مادر، خواهرزادم از خارج اومده. آها حتما بهشون سلام برسونید. تا هم به نگار جون خیلی سلام برسون. چشم. سلام برسونید خانم. حال کردی؟ حال کردی چطور زد تو برچکت؟ مبارکتون باشه، یه شالاتانه دیگه به شالاتانه قبلی خونه اضافه شده. میشه لطف کنید حرفای خصوصیتون رو ببرید یه جای دیگه بزنید؟ بله خانم چشم، بفرمایید خانم. ارث پدرش رو طلب داره از من؟ درست صحبت کن، بی تربیت احمق. شیم بینیم بابا. کجا میری سهراب؟ نرو بابا، یه دقیقه وایسی من حالم بده، بشین میخوره فکر کنیم ببینیم من چه خواهی کنیم. خواهیش میکنم. نامرد چی شد نرفتی؟ مگه قرار نبود مسافرت بری؟ چرا؟ به هم خورد دیگه فعلا. چرا؟ گفتم بذارم واسه یه وقت دیگه، الان فصل مسافرت نیست دیگه، یه موقعی دیگه میرم. ما که اینقدر بهت گفتیم نرو، پاتو کردی تو یه کفش، گفتی میخوام برم میخوام برم، چی شد پس؟ حالا عقیدم عوض شد، مگه اشکالی داره؟ نه آخه تغییر عقیدتون خیلی ناگهانی بوده. خب خیلی از تصمیم ما ناگهانیه، من فکرامو کردم دیدم الان نرفتنم خیلی بهتر از رفتنمه. باز خوبه تو میتونی فکر کنی، من فکر میکردم بعد از اون عشق و عاشقیه مخه تر. من کی عاشق شدم؟ ببخشید آقا مسعود، یعنی شما به این زودی فرشته خانمو فراموش کردی؟ فرشته کیه دیگه، نه چی میگن؟ تا همین چند وقت پیشا به خاطر این فرشته خانم خواست سر بذاره به کوه دشت رو بیابون. چی شد؟ همه چی تموم شد دیگه حالا؟ نه عشقای امروزی همه اینجوری شدن. همه که اینطوری نیستن خاله جون. بله شما به مسعود نگاه نکنید، بقیه آدم حسابی هن. نیلوفر خانم من آدمی هستم که اگه یکی با من را بیاد تا آخر عمر ولش نمیکنم. نیلوفر خانم به جمع خانواده ما خیلی خوش اومدین. خانواده من 2 نفرن، من و خالم. این حرفا هم به نظر من کشکه. یه خورده کشک به من بدین. بیا خاله جون. من درسته این حرفا همش کشکه، ولی ما میخواییم عملیش کنیم. چه کشک خوشمزه ای، از کجا خریدی نه یه دو جون؟ از شهرستان برام فرستادن. درست میگی؟ البته مسعود میتونه،
مسعود متخصص کارهای کشکیه. میگم اگر نمیخوری خب جمع کنیم دیگه. آره با منفجر شدیم بس که خوردیم. بیا نه نایر جان دست درد نکن. دست درد نکن نه. آره دست درد نکن. دوشه جان خیلی خوشم. مسعود تو هم کمک کن جمع کنیم دیگه. ناصر باشه کمک کن. من چرا کمک کنم؟ ای تو نمیخوای کمک کنی؟ چهار تا ظرف جمع کردن که دیگه احتیاج به کمک نداره که. نیلوفر خانم راست میگه. خانواده گفتن تو فقط حرفه. حالا که اینجوری شد هیچ کس دست به هیچ نزنه، خودم تک و تنها میخوام همه رو جمع کنم تا بفهمید که من مرد خانواده ام. فردا هم به افتخار ورود نیلوفر خانم همه شام خونه من دعوت هستید. میخوام یک دونه کباب کوبیده درست کنم که بیایید و ببینید چه خبره. تک و تنها، هیچ کس هم نمیخوام کمکم کنه. فکر کنم خاله بیام ولی من نمیتونم بیام. چرا؟ برای اینکه فردا از قبل با یکی از دوستای قدیمیم قرار گذاشتم. نیلوفر خانم دوستای قدیمی که همیشه هستن، نمیشه لطفی کنید این قرار فرداتون رو یه جوری به هم بزنید؟ نه نمیشه. آخه اشکال نداره، ما فردا شب جای نیلوفر جون رو خالی میکنیم. نه بابا فایده نداره اینجوری که، من دوست داشتم فردا همه باشن. خب به غیر از نیلوفر خانم همه هستن دیگه. ناصر جون تو این مهمونی اگه یه نفرم نباشه فایده نداره. حالا عجله‌ای نداریم که، میذاریم سر یه فرصت دیگه که همه باشن. آقا مسعود غم آخرتون باشه چون واقعا انگ خودت. این کی بود؟ با صد من اصلا نمیشه بخوریش. ولی من ازش خوشم اومد. سهراب نه منظورم اینه که تا حالا نهیده بودم یکی به این خوبی گن بزنم شخصیت مسعود. آقا شب بخیر. چی رو شب بخیر؟ کجا؟ واسه چی اینجوری میکنید شما؟ دونگتون رو بدید بعد برید. شب بخیر. پس بی خودی دیگه نگو من عاشق شدم. رو آدم عاشق بدهی یادش میمونه؟ نه. چه ربطی داره؟ خودتون میگید خودتون هم میخندید. من مهمونی بگیرم، کباب بگیرم، شما کوف کنید پولش از کجا بیارم؟ اصلاش بده بیرون. بابا چی اینجوری میکنید؟ اجازه بده. ببین مسعود جان، مگه تو نمیخوای پول از ما بگیری خرج بکنی ما بیایم بخوریم؟ ما رو مهمونی دعوت نکن، خرجمون نکن، به جاش اون بدهیمون صاف. آره واقعا فقط همین نیلوفر خانم رو دعوت کنیم. نه اون شما نیایید که تنها نمیاد که. اتفاقا بهتر تو خرجم نمیاد. خیلی نامردید، خیلی نامردید. نیلوفر جان از همسایه ها خوشت اومد؟ همسایه بودن دیگه معمولی. دارن یه ذره از همسایه معمولی نزدیکتر میشن. چطور؟ میخوام اجاره هاشونو بذارم به حساب قسط خرید خونه. یعنی چی؟ یعنی اجاره به شرط تملک. شوخی میکنی؟ نه مادر چه شوخی میکنم، مگه بده؟ آهان پس این قضیه خانواده اینا شما رو ساده گیر آوردن. دور و برتون رو گرفتن که ما می‌خوایم با هم دیگه باشیم، با هم دیگه کباب بخوریم، با هم دیگه خانواده باشیم، که چی؟ که خاله جون با این شعر و ورا گولتون بزنن، خونه رو از چنگتون درارن. مادر جان من که بچه نیستم اونا منو گول بزنن. تازه من خودم این پیشنهادو بهشون دادم. در ضمن نیلوفر جون من که بچه ندارم، تنهام هستم. می‌خواستم از تنهایی درام یه چند تا جوانم صاحب خونه بشن. کیه؟ اعضای خانواده ولکنمون هم نیستن. سلام زمان خانم، شبتون بخیر. شب تو هم بخیر. کاری داشتی؟ هیچی، میخواستم این برنامه دوره هم جمع شدن و واسه پس فردا بذارم. گفتم که با شما و نیلوفر خانم چک کنم که اگه مشکلی ندارید با بقیه بچه هم هماهنگ کنیم که پس فردا دوره هم جمع بشیم. ممنونم، بذار سر یه فرصت مناسب. چه عجله‌ای داری؟ چرا؟ آخه میدونی نیلوفر تازه اومده، هیچ کس رو نمیشناسه، یه ذره غریبی میکنه.
خب منم به خاطر همین عجله دارم دیگه، میخوام این برنامه رو زودتر بذارم که با بقیه بچه‌ها آشنا بشن و دیگه احساس غریبی نکنن. این چند روز اول برنامه‌هاش هم خیلی شلوغ پلوغه. خب اگر بخوان میتونن یه وقت خالی جور کنن. اصلا یه لطفی کنید خودشونو صدا کنید که من از خودشون بپرسم. نیلوفر داشت میرفت بخوابه. نه خاله جون هنوز نخوابیدم. بفرمایید. خوبی نیلوفر خانم؟ مزاحم که نشدم؟ چرا اتفاقا خیلی. مثل اینکه الان خستم. شب بخیر زمان خانم. شب بخیر. خیلی تند با این طفلکی حرف زدی. بهتر. من با کسی رو درواسی ندارم. عجب سمجی هم از این پسره. پسر خوبیه مادر. من یک کلمه گفتم تو احساس غریبی میکنی، اون داره خودشو با آب آتیش میزنه که این احساس غریبی تو تموم بشه. تموم شد بابا. خاله یه چیزی ازت بپرسم، راستشو به ام میگی؟ معلومه، بپرس. خونه رو هنوز به نام مستأجر نکردی؟ نه، ولی قرارمون برای چند وقت دیگه است. چطور مگه؟ هیچی، همینجوری پرسیدم. چیزی نمیخوای برات بیارم؟ نه، دستتون درد نکنه. شبتون بخیر. مسعود خان، مسعود،